به نام خدا. سلام بچه ها، در خدمتتون هستم با نفت خام و زندگی امروزه. خب نفت خام چی هست بچه ها؟ نفت خام مایعی غلیظ و سیاه رنگه. در ابتدا که این ماده کشف شد، انسان تمایل زیادی به استفاده از اون نداشت. چرا؟ چون نمیشناختش، نمیدونست چیه، چه استفاده ای داره. اما وقتی که نفت خام رو شناخت، به تدریج باعث شد که استفاده از اون گسترش پیدا کنه و در مدت کوتاهی راه و روش زندگی انسان‌ها تحت تأثیر همین ماده سیاه رنگ قرار بگیره. اگر بچه مستندای کشف نفت رو دیده باشید، می‌بینید که اون اوایل نفت مثل چشمه رو زمین جاری بوده. یعنی شاید مثلا اون انسان‌هایی که اولین بار نفت رو دیدن فکر می‌کردن که آب سیاه شده و بعد دیگه متوجه تفاوتش میشن و اسم نفت رو روش میذارن. خب شما میدونید الان صنعت حمل و نقل متحول شده. خب قبلا مثلا گاری بوده، با چهار پایان، با اسب و گاری حمل و نقل انجام میشده، یا نهایتا زغال سنگ داشتن. مثلا قطارهایی بودن که با زغال سنگ حرکت میکردن، یا کشتیهایی بودن که با زغال سنگ حرکت میکردن. هواپیما هم که نبوده قبل از کشف نفت. اما الان میدونیم که انواع خودروها و هواپیماهایی که وجود دارن و جدیدن تولید شدن به خاطر وجود نفته و مسافرت برای انسان رو بسیار آسان کردن. از طرف دیگه صنایع غذایی بچه ها، صنایع دارویی، میدونید بسیاری از داروها از محصولاتی به دست میاد که از نفت خام تهیه میشن. صنایع بهداشتی و کشاورزی هم به خوبی همه تحت تاثیر همین نفت خام رشد کردن. خیلی از مواد هستن بچه‌ها که از نفت خام گرفته میشن. به خاطر همین انسان‌ها تونستن بر اکثر بیماری‌ها غلبه کنن یا اونها رو کامل ریشه‌کن کنن و در نتیجه سطح سلامت همگانی بالا رفت و جمعیت جهان به همین خاطر افزایش یافت. چون سطح سلامت بالا رفت، دارو فراوان شد، بهداشت بیشتر شد، بنابراین جمعیت جهان زیاد شد. خب میدونید که در گذشته ها تولید مثل فراوان تر بوده، اما همون در پی اون مرگ و میر هم بیشتر بوده به خاطر نبود بهداشت. ولی الان تولید مثل کمتره، مرگ و میر هم کمتره. خب جمعیت جهان افزایش یافت، فناوری‌های جدید گسترش پیدا کرد و همه این موفقیت‌ها بچه‌ها به خاطر چی بود؟ به خاطر شناخت و استفاده از نفت خام بود. امروز نفت خام کاربردهای بسیار گسترده‌ای داره، به طوری که ردپاش رو در همه جا میتونیم مشاهده کنیم. شما به اطرافتون که نگاه کنید، تقریبا اکثر چیزهایی که اطراف ما هستن، چیزای مصنوعی، همه از نفت خام ساخته شدن. و اما بیشتر نفت خام رو بچه ها ما برای تأمین انرژی می سوزنیم. با این وجود که شما در اطراف خودتون چیزای مصنوعی زیادی می بینید که از نفت خام ساخته شده، اما بیشتر نفت خام برای تأمین انرژی می سوزنیم. خب از برای ساخت فناوری های نو هم استفاده میشه، اما خیلی کم هست. 80% درصدش برای تأمین انرژی ساخته میشه.